خانم دکتر بزرگوار، بحث در باب آداب دوستی است و آخرین ادبی که شما در مورد او صحبت کردید نصیحت و خیرخواهی است. اما همین نصیحت هم از خودش یک روش و یک شیوه دارد، چون گاهی اوقات است که یک رقم بعد همین نصیحت کننده نصیحت خود ابراز میکنه که بیخی انسان را زده میکنه. ایره باز بیشتر ما در رفتار بین پدر و مادر و اولادا میبینیم، ولی گاهی خود ممکن در بین دوستا هم ایجاد شود. مثلا در جمع اگر یک دوست بیه و نصیحت بکنه، خیلی باعث رنجش و ناراحتی ممکنه شود. در مورد همین صحبت بکنیم. بله، ما چون برنامه ما تلاش میکنیم که روایت محور باشه و دوست داریم که از این منابع بیشتر استفاده کنیم، میخواییم در پاسخ شما یک روایت از امام علی علیه السلام را بخوانم. حضرت میفرمایند که هر کس برادر خود را پنهانی اندرز دهد، او را آراسته، و هر که آشکارا پندش دهد، او را تباه ساخته. یعنی درست است که مؤمن آینه مؤمن است، اما دلیل نداره که در جمع ای پند و اندرز اتفاق بیفته. دلیل نداره که حتما در همون لحظه اتفاق بیفته. یعنی ما میبینیم که دوست ما یک کاری انجام داده یا یک ویژگی داره یا یک خطایی داره، اما لحظه وقتی که ما او را میخواییم که نصیحت کنیم، اتفاقی که رخ میده چی است؟ به صورت طبیعی انسان در دفاع از نفس خود خوب برمی آیه. بله، ما هرچی میگیم که این کار بد است، امی آبی که تو میخوری مسموم است. حتی وقتی که دوست ما هم باشه، اگر در لحظه به او تذکر بدیم و یادآوری کنیم، ممکن است که برامو روشی که دارن پابرجاتر شود، برامو کاری که انجام میده پابرجاتر شود.